خوش آمدین در هدامی برنامه. خوشبختانه مهماندار هستیم. خدیجه محمدی استاد روانشناس در دانشگاه بلخ با خود داریم. خیلی خوش آمدین. صبح شما بخیر. به نام خدا. بنده هم عرض سلام صبح بخیر دارم خدمت شما همکاران عزیزتون و همچنین برنامه پیگا. سلام علیکم. افسردگی چی است؟ درباره افسردگی صحبت. افسردگی یک نوع اختلال خلقی هست که وقتی فرد در این شرایط قرار میگیرد یک نوع از لحاظ احساس بی‌ارزشی میکنن، احساس دلتنگی و احساس رنجش که میتونه تغییراتی در ابعاد جسمانی فرد، در ابعاد روانی و همچنین تغییرات از لحاظ انگیزشی و شناختی در فرد به وجود بیاره. تغییراتی مثل از لحاظ جسمانی یک در نظر بگیریم، عوامل مثل تغییرات در خواب، افزایش و کاهش اشتها و ضربان قلب و همچنین اگر تغییرات در سطح شناختی ما در نظر بگیریم، فرد نسبت به خودش، نسبت به آینده و نسبت به دیگران بدبین میشه و برآوردهای بدبینانه و منفی داره. نسبت به خودش احساس میکنه که فرد ضعیفی هست، عزت نفس پایینی داره، احساس گناه میکنه. نسبت به دیگران فکر میکنه که دیگران میخواد به آسیب بزنه و بدبین هستن و نسبت به آینده هم ناامید هست و آینده را تیره و تاریک میبینه و همچنین از لحاظ انگیزشی در اینها یک سری تغییراتی میاد و انگیزه فعالیت اینها از دست میدن و انگیزه برای تحرک و فعالیت نداره، در حالی که افرادی بوده که قبلا خیلی فعال بودن، خیلی تحرک داشتن، خیلی انرژی داشتن، زمانی که در افسردگی قرار میگیره یکی از تغییرات در انگیزش اینها اتفاق میاد. در واقع ما یک اصطلاح داریم که افراد افسرده به نحوی به فلج ارادی گرفتار میشن. این تغییرات براشون داره. خیلی خوب جناب استاد، اگر اینو برام بگوین که افسردگی بیشتر سراغ کدام سنین میاد؟ بیشتر جوانان یا کهنسال یا سن سال نمیشناسن؟ در رابطه با این که کدام یک از رده های سنی به افسردگی مبتلا میشه، حالا دقیقا در این زمینه نگفتم، ولی با توجه به تجربه کاری که ما داریم و در اینجا که 2 ساله که مدار کار میکنم، در بین جوانان و نوجوانان زیاد دیدم و همچنین بین خانم ها، یعنی شیوع شناسش به خانم ها نسبتا به مردان 2 برابر مبتلا به اختلال افسردگی هستند. اما مخصوصا جوانانی که مهارت های حل مسئله یاد ندارن، وقتی که دچار سری مشکلات میشن، یک سری ناکامی ها برای اونها اتفاق میفته و نمیتونن مسئله را حل کنن و همین با گذشت زمان اینها کم کم مبتلا به افسردگی میشن. پیدا کردین که بیشترین علت افسردگی خانم ها در همین محیطی که شما 2 سال کار کردین چی هست؟ ببینید، به دلیل اینکه چرا خانم ها نسبت به آقایان افسردگیشون بیشتر هست، دلایل مختلف را محققین مطرح کردن. یکی از دلایل این هست که با توجه به اینکه خانم ها هم از لحاظ درونی، یعنی داخل خانواده، هم از لحاظ بیرونی تحت فشارهای قرار میگیرن، فشارهای بیشتری نامتقبل میشن و همچنین از لحاظ فرهنگی و اجتماعی و در اجتماعی که خانم ها به اون حق و حقوق برابر خودشون نمیرسن، از جایگاه اجتماعی، از جایگاه شغلی و همچنین تبعیضات جنسیتی و همچنین تهدیدات بیرونی که اینها را تهدید میکنه و این باعث میشه که اینها میزان افسردگی بیشتری را متقبل بشه و همچنین از لحاظ فیزیولوژیک یا در واقع هورمون های زنانه از جمله چیزهایی هست که خانم ها را بیشتر مستعد به افسردگی میکنن و از لحاظ روح روانی خانم ها وقتی که اتفاقات ناگوار میفته یا مشکلات پیش میاد، بیشتر اونها را نسبت میدن به خودشون و بیشتر خودشون را سرزنش میکنن، سرکوب میکنن. متناسبی با همین اینها افسردگی بیشتری میتونن تجربه کنن. پس میشه گفت که خانم ها بیشتر درونگرا هستن؟ هم درونگرا هستن، همه خانم ها درونگرا نیستن، ولی خانم ها طوری هستن که وقتی که اتفاق میفته در واقع حالت چسبندگی دارن به اون اتفاق و هی شاخ و برگ میدن. با توجه به اینکه خانم ها خوب جزئی نگرن و اتفاق کوچیک میفته انقدر روی اون فکر میکنن، تمرکز میکنن، اون رو شاخ و برگش میده که یک اتفاق خیلی خود و کلانش میکنن. اما متناسب با همین اینا تغییرات بیشتری را از لحاظ روح روانی متقبل میشن. برو محمدی، چی وقت میتونه افسردگی خطرناک باشه؟ ببینید، خود افسردگی همونطور که من از ابتدا اشاره کردم جز اختلالات شدید خلقی هست. ما باید اینجا بگیم که یک وقتهایی ما یک سری افسردگی ها رو تجربه میکنن که به دلیل عوامل بیرونی هست، در اثر دست دادن یک عزیزی، در اثر یک ناکامی هست، در اثر یک شکست عاطفی هست. اینها افسردگی هایی هست که ممکنه که با گذشت زمان خودشان خوب بشن از طریق صحبت کرده، از طریق راهنمایی با دوستان. اما افسردگی دیگری داریم که افسردگی اساسی هست، که اینها افسردگی هایی هست که اگر درمان نشود برای فرد پیامدهای بسیار جدی رو به بار میاره. همونطور گفتیم نشانه های از لحاظ روح روانی، جسمانی و انگیزشی و متناسبی با اون تغییرات فرد از زندگی عقب میندازه. روی اهدافش، روی برنامه هاش، فردی که خیلی فعال بوده، خیلی فعالیت داشته، یک فردی مفیدی بوده،
وقتی که در دام افسردگی میافتد این فرد چی میشه؟ غیر فعال میشه، همون فلج ارادی میشه. در زمینه تحصیلی دچار مشکل میشن، افت تحصیلی پیدا میکنه. در زمینه اجتماعی در محیط کارشون دچار مشکلات میشن، در روابط زناشویشون دچار مشکلات میشه متناسب با تغییرات کتیبا و کم کم حتی علایم جسمانی در اینها ظهور پیدا میکنه. پس هم از نظر روابط زناشویی، از نظر شغلی، از نظر جسمانی و از نظر اجتماعی افسردگی میتونه پیامدهای بسیار ناگواری داشته باشه. و تا جایی که یکی از چه پیامد عمده افسردگی خودکشی هست و اگر این افسردگی کنترل نشود، درمان نشود، در طولانی مدت فرد دست به خودکشی میزنه. ما داشتیم، افراد زیادی را داشتیم در بین مراجعین ما که اینها چندین بار اقدام به خودکشی را داشتن یا خودزنی هایی را داشتن که با پل دستایشان میزنه، با سیگریت میسوزانن خودشان، که و در نهایت ممکنه که این بر افسردگی نتونه غلبه کنه و در یکی از این اقدام ها موفقیت آمیز باشه و فرد به زندگی خودش پایان بده. خیلی خوب. راه‌های بیرون رفت از افسردگی چی است؟ ببینیم، برای افسردگی‌های اساسی فرد باید حتما وقتی که متوجه تغییرات شد به یک متخصص مراجعه کنه. ما نمیتوانیم افسردگی را از طریق خانواده، از طریق دوستان درمان کنیم. اگر هم درمان بشه، یک درمان کوتاه مدت هست. افسردگی نیاز به درمان اساسی داره که به سه طریق ما میتونیم درمان کنیم. درمان افسردگی خیلی شدید هستن، از دوا درمانی یا دارو درمانی استفاده میشه. و هاشون از طریق الکتروشوک درمانی یا ECT نیاز به درمان داره و درمان‌های شناختی یا روانی، یا هم درمان‌های شناختی روانی و هم دارو درمانی که اینا باید حتما به یک متخصص مراجعه کنن و با توجه به این که افسردگیشون در چه سطح قرار دارن، شدید، متوسط، ضعیف، و اون درمان‌های اختصاصی خودشون رو دریافت کنن. اگر بخوایم که در سطح حالا همینطوری یک توصیه‌ای داشته باشیم به بینندگانمون که اگر درمان‌های اینا احساس افسردگی می‌کنن بنا به دلایل عوامل بیرونی، مثلا عزیز را دست دادن یا مثلا توی زندگیشون شکست خوردن، مشکلات پیش آمدن، سعی کنن خیلی توی همون مشکل غرق نشن. حالا یک مشکل پیش آمده، تمام زندگی رو متمرکز میکنه به یک مشکلی که اتفاق افتاده. هر چه توی اون مشکل غرق بشن، راهی برون رفت این سخت‌تر میشه و اینا بیشتر افسردگی رو تجربه میکنن. سعی کنن برای خودشون یک هم صحبت پیدا کنن. بالاخره یک نفر باید پیدا بشه که به صحبت‌های اینها گوش بده، تخلیه هیجانی بشن. خود صحبت کردن که شعار خود سازمان جهانی هم بود که بیاین با هم حرف بزنیم. خود حرف زدن، درد دل کردن به میزان زیاد اینها رو تخلیه هیجانی میکنه و از میزان افسردگی اینها کاهش میده. ورزش فراموش نکنید. ورزش یک از چیزهایی هست که ما گفتیم که یک از چیزهایی که در افسردگی دخیل هست از لحاظ زیستی یک سری هورمون‌ها یا انتقال دهنده‌های عصبی مثل نورپنفرین و سروتونین هست که ورزش میتونه میزان اینها رو ترشحشون رو بیشتر کنه، به کاهش افسردگی کمک کنه. حتما ورزش داشته باشید، تفریح داشته باشید، زمانهای بیشتر با دوستانتون، با خانوادهتون بگذارین و اوقات فراغت برای خودتون فراهم کنید، بیرون برید، مطالعه کنید، خرید کنید. اینها جمله چیزهایی هست که ما میتونیم به اینها پیشنهاد. ولی با این وجود اگر این راهبردها رو انجام دادید و باز هم نتیجه نگرفتید، حتما به یک متخصص مراجعه کنید که درمان بشه. یک چیزی که متاسفانه در جامعه ما هست که دیدگاه نسبت به مشکلات روانی بد هست و فرد ممکنه متوجه میشه که من لحاظ روح روانی به هم رختم، او آدم قبلی نیستم، ولی از ترسی که به من برچسب نخوره که من روانی هستم اقدام نمیکنم. ببینید، ما همونطور که دندان ما درد میگیره، قلب ما درد میگیره، سر ما درد میگیره، روان ما هم بنا به دلایلی درد میگیره. گاهی اوقات مشکلات داخلی خانواده، گاهی اوقات مشکلات بیرونی، گاهی اوقات مشکلات شخصیتی که خود ما داریم و این باعث میشه که روان ما از حالت تعادلش بیاد بیرون. اگر احساس کردیم که از لحاظ روانی من آدم قدیم نیستم، آدم قبلی نیستم، حتما بدونی که ترس داشته باشیم، بدونی که خجالت بکشیم، به یک متخصص مراجعه کنیم برای درمان، تا اینکه درمان اختصاصی رو ما دریافت کنیم، تا اینکه زندگی ما بیشتر مختل نشده. زیادتر از دوستان سراغ داریم، حالا که کسایی که افسرده هستن تعدادشون خیلی زیاد هم شده، بخصوص بانوان که تقریبا 3 سال و حتی 4 سال میشه از دوای حساب استفاده میگن. آیا این دواها تاثیر منفی نداره بالای زیادمو؟ ببینید، دواهای اعصاب، دواهای روانپزشکی همشون اکثر پیامدهایی داره. ما نمیگیم که پیامد نداره. از جمله پیامدهاشون وابستگی هست. فردی که تا زمان اون دارو رو استفاده میکنه ممکنه از لحاظ روح روانی خوب باشه، خوابش خوب باشه، اشتهایش خوب باشه، تمایل جنسیش خوب باشه، اما به محض که دارو قطع شد بعد از مدت دوباره برگردن به همون حالتی که داشت. چیزی که ما داریم روز مشاهده میکنیم که
15 سال 20 سال دوا استفاده کنم ولی نتیجه مطلوب نگرفتم. من پیشنهاد میکنم که در کنار دوا درمانی حتما روان درمانی را هم دریافت کنن، که ما در حالت شدیدش میگیم که دوا استفاده کنن. گاهی اوقات مشکلات در اون حدی نیست که دوا استفاده کنن، خیلی راحت با راهبردهای روان درمانی که ما میدیم مشکل حل میشه. اینه که دوا پیامدهای خودش داره. اینه که قبل از اینکه یکی از اشتباهایی که مردم ما میکنه، قبل از اینکه به روانشناس مراجعه کنه، به پزشک عصبی عقلی مراجعه میکنه. و پزشک عصبی عقلی با توجه به اینکه مسلکش این هست که نسخه بده دوا بده، مسلما دوا میده. بهتر اینه که ما اول به روانشناس مراجعه کنیم، روانشناس نوع اختلال ما شدتش رو مشخص کنه، اگر اون صلاح دانست بعد ارجاع بده به پزشک عصبی عقلی که در کنار روان درمانی نه حتما چی بشن دوا هم استفاده کنه. خوب از جناب استاد، اگر ما سوال از پیش شما مانده باشه، کدام حرف در ذهنتان مانده باشه ناگفته، میشه بگوین بیننده عزیز بشنوه؟ من در آخر پیشنهاد میکنم به بینندگان عزیز که مشکلات برای همه هست، چه عوامل بیرونی از لحاظ اجتماعی فرهنگی بگیم، چه از لحاظ درون خانواده. بالاخره هیچ فردی نیست که مشکلات نداشته باشه، هیچ خانواده نیست که مشکلات درون نباشه. و اینه که اگر مشکلی پیش آمد، اگر نتوانستید حل کنید، گاهی اوقات ما راه حل خودمان میدانیم، خوبم استاد هستیم، به دیگران راهنماییم، ولی در مورد خود ما کاربرد نداره. این یعنی که ممکنه که یک نفر دوم و سوم بتونه بهتر به من کمک کنه. اگر نتوانستید مشکل حل کنید، به جای اینکه بشینید غصه بخورید، ناراحت بشید، خودتون رو حبس کنید، از فعالیت های ارزندتون عقب بمانید، حتما به یک نفر دوم مراجعه کنید و راه حل مشکلتون رو بگیرید که کمتر آسیب ببینید، هم از لحاظ شخصیتی، هم از لحاظ خانوادگی، که بیش اون مشکل رو حل کرد. هیچ مشکلی نیست که راه حل نداشته باشه. سلامت، سپاسگزار هستم از شما، خوش آمدین در برنامه. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. پیش از اینکه بریم یک آهنگ زیبا و قشنگ ببینیم، بینده عزیز، ما هم یک گفتنی دارم، این است که اون چیزی که از طرف طبیعت به طرف ما می باید او را بپذیریم، بیشتر کوشش نکنیم باش بجنگیم. به قولوشو، اگر هر قدر سخت بگیریم، زندگی با من قدر سخت بالای ما سپری خواهد شد. حال آهنگ می‌بینیم و مهمانه بعدی برنامه هم هست.